درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم در سه‌شنبه 7 آذر ماه 27 نوامبر. اسرائیل سامانه دفاع ضد موشکی جدید چوب جادو را که میتواند پاسخی برای راکت‌های دوربرد و موشک‌های میانبرد باشد با موفقیت در جنوب این کشور آزمایش کرد. مسئولان اسرائیلی گفتند که این سامانه برای منحرف کردن پهپادها نیز به کار گرفته خواهد شد. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان طی ارسال نامه‌ای به احمدی نژاد مراتب اعتراض لبنان را به پرواز پهپادهای ایران از خاک این کشور و توسط حزب الله به حریم هوایی اسرائیل اعلام کرده است. دبیر کل حزب الله لبنان به اسرائیل هشدار داد در صورت حمله مجدد به لبنان تمام مناطق اسرائیل از جمله تل آویو را آماج موشک‌های قوی‌تر از فجر 5 قرار خواهد داد. کسانی که معتقدند به فلسطین کمک کردند بگویند چقدر سلاح به آنها دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس در سفر به بیروت پس از دیدار با همتای لبنانی خود در کنفرانسی خبری کشورهای منطقه را بعد از حمله اخیر به غزه به سه دسته تقسیم کرد و گفت برخی کشورها سکوت و برخی حمایت زبانی کردند. گروهی نیز تلاش می‌کنند نقش واسطه داشته باشند اما نه کمک واقعی می‌دهند و نه سلاح به مردم فلسطین. زمان این گونه لابیگری ها و حرف های کم خاصیت گذشته است. علی لاریجانی طی سفر به ترکیه با نخست وزیر آن کشور و رئیس پارلمان ترکیه دیدار کرد. روزنامه حریت می نویسد که لاریجانی در گفتگو با روزنامه نگاران در فرودگاه درباره درخواست ترکیه برای استقرار موشک های دفاعی پاتریوت در مرز این کشور با سوریه گفت سود هر سلاحی که ناتو و غرب به منطقه وارد کند نصیب خود آنها خواهد شد و تنها زیان آن به کشورهای مسلمان منطقه خواهد ماند. جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید جنگ غزه نه نبردی بین حماس و اسرائیل بلکه در واقع رویارویی ایران و اسرائیل و محک زدن توانایی اسرائیل برای جنگ در چند جبهه بوده است. ایران میخواهد بگوید در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ایش میتواند از دو جبهه حماس و حزب الله لبنان به اسرائیل حمله کند. غضنفر رکن‌آبادی سفیر ایران در لبنان گفته است با وجود اختلافاتی که بین ایران و حماس بر سر مسئله سوریه وجود دارد اما با این حال ما با هم روابطی ممتاز و راهبردی داریم. معاون دفتر سیاسی حماس موسی ابو مرزوق درباره حمایت ایران از حکومت سوریه هشدار داده است. این مقام حماس گفته اگر ایران نمی‌خواهد افکار عمومی جهان عرب را علیه خود تحریک کند باید در مورد حمایتش از رژیم بشار اسد در سوریه بازنگری کند. موسی ابو مرزوق گفت با وجود پذیرش آتش بس حماس حماس از تلاش برای تقویت توان نظامی خود در غزه باز نمی‌ایستد، هم به ساخت سلاح در محل ادامه می‌دهد و هم از هر عاملی که حاضر باشد کمک نظامی به فلسطینی‌ها بدهد سلاح وارد غزه خواهد کرد. محمود الزهر عضو دفتر سیاسی حماس و وزیر خارجه پیشین دولت حماس در یک سخنرانی در غزه گفت ایران هرگز برای دادن سلاح به فلسطینی‌ها شرطی قائل نشده است و فلسطینی‌ها وامدار ایران نیستند و ایران در راه خدا این کمک‌ها را کرده است. محمود الزهر از رهبران اسرائیل خواست پیش از آن که بخواهند به ایران حمله کنند درباره عواقب چنین اقدامی برای خود به خوبی تفکر و تعقل کنند. ساندی تامز در گزارش مدعی شد ماهواره‌های اسرائیل یک کشتی ایرانی رو که راکت و سلاح‌های دیگر به سمت غزه می‌برده شناسایی کردند. راکت‌ها هفته گذشته در بندر عباس در ایران داخل این کشتی قرار داده شدند. بنابر ادعای سرویس اطلاعاتی اسرائیل این سلاح‌ها می‌تواند به وسیله کشتی در دریای سرخ تحویل شود و سپس از زمین از طریق سودان و مصر به سوی غزه حرکت کند. اسرائیل بر این باور است که در این کشتی موشک‌های ایرانی فجر 5 و شهاب 3 وجود دارد. ساندی تامز به نقل از یک مقام وزارت دفاع اسرائیل نوشته است که بر اساس توافق آتش بس اگر اسرائیل کشتی حامل سلاح به غزه ببیند به آن حمله کرده و آن را منهدم خواهد کرد. همزمان سخنگوی ارتش سودان گفته است دو کشتی ایران روز جمعه به منظور سوختگیری و تامین تدارکات در بندر سودان در کناره دریای سرخ پهلو می‌گیرند.
آمریکا و اسرائیل میگویند ایران از مسیر سودان تلاشی رو برای افزایش ارسال موشک‌های دوربرد و سایر سلاح‌ها به غزه افزایش داده است. معاون دبیرکل سازمان جهاد اسلامی فلسطین زیاد النخاله که سازمانش ارتباط نزدیکی با ایران دارد در قاهره گفت از فشنگ تا موشکی که در غزه مورد استفاده است همگی متعلق به ایران است. مسعود جزائری سخنگوی نیروهای مسلح ایران اخیراً گفت همه جنگ افزاری که در اختیار گروه‌های فلسطینی است در عملیات 8 روزه علیه اسرائیل رونمایی نشد. از شما پرسیدیم چرا جمهوری اسلامی کمک نظامیش به حماس رو علنی کرد؟ همطور که می‌بینید کاربران در فیسبوک افاق گزینه هشدار نسبت به عواقب حمله اسرائیل به ایران رو انتخاب کردن. گزینه‌های دیگه مقابله با محور مصر، ترکیه و قطر و گزینه دیگر هم تقویت محور ایران، سوریه، حماس و حزب الله. اکثریت اعتقاد دارن که علت اینکه ایران کمک‌های نظامیش رو به حماس علنی کرده هشداری است نسبت به عواقب حمله اسرائیل به ایران. به فیسبوک افاق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاه بیندازیم در 7 پرده به جنگ 8 روزه حماس و اسرائیل از آغاز تا آتش بس. احمد الجعبری فرمانده شاخه نظامی حماس در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. جعبری مدت‌ها در فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار داشت. حسام همدان نماینده ارشد حماس در لبنان در گفتگو با الجزیره گفت ما به این حمله واکنش نشان خواهیم داد. اولین حمله طی 20 سال گذشته به پایتخت اقتصادی اسرائیل. 2 راکت شلیک شده از غزه به تل آویو برخورد کرد. اسرائیل و فلسطینی‌ها به سمت یک جنگ تمام عیار پیش می‌روند. هواپیماهای اسرائیل غزه و اطراف آن را بمباران کردند. We are fully supportive of Israel's right to defend itself from missiles landing on people's homes. اسرائیل حق دارد در برابر حملات از خود دفاع کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبران اسرائیل، مصر و ترکیه گفتگو کرد. سیستم دفاعی گنبد آهنین اسرائیل حدود 90% راکت‌های پرتاب شده توسط شبه نظامیان حماس را پیش از اصابت به خاک اسرائیل منهدم کرد. راکت‌های منهدم شده حماس شامل فجر 5 ساخت ایران نیز می‌شود. شوانده yine İsrail'deki seçimler öncesinde Gazze bir kez daha hedef haline getiriliyor. نخست وزیر ترکیه اسرائیل را به پاکسازی قومی متهم کرد. اردوغان: اقدامات اسرائیل در غزه نمیتواند آنگونه که آمریکا و دیگر متحدان اسرائیل گفتند دفاع از خود در مقابل حملات راکتی حماس توصیف شود. دست کم 27 نفر در پی انفجار یک بمب در اتوبوسی در شهر تل آویو زخمی شدند. حال شماری از مجروحان وخیم است. اجرای آتش بس شکننده میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس از جمهوری اسلامی ایران برای مسلح سازی مقاومت در نوار غزه تشکر کرد. مهمانان امشب افق آقای امیر طاهری روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه از پاریس، آقای بنشه امیر تحلیلگر امور خاورمیانه از اورشلیم و همچنین آقای حسین آریان کارشناس امور نظامی و استراتژیک و ناخدای پیشین ارتش ایران از نیوکاسل بریتانیا. درود به هر سه شما، به افق خوش آمدید. آقای طاهری، جنگ 8 روزه خاورمیانه رو به دوره پیش از بهار عرب به نظر شما بازگردون، شرایطی که معمولا فلسطینیان
ایرانیان و اسرائیلی ها تعیین کننده تنش در منطقه بودن و مصر نقش محوری بازی میکرده؟ فکر نمی کنم، برای اینکه اتفاقاتی که در جریان بهار عرب رخ داده اتفاقات بسیار بزرگتری بود. برعکس مسئله فلسطین در جریان بهار عرب به اندازه واقعی و طبیعیش کوچک شد، برای اینکه میدونید فلسطین یک عذری بوده که نیروهای مختلف سیاسی عرب همیشه ازش استفاده کردند برای فرار از رویارویی با مسائل واقعی کشورهای عرب، و این مسائل واقعی در جریان بهار عرب مطرح شده بود و به نظر من همچنان مطرح خواهد بود. جریان غزه چیزی را عوض نکرد. فلسطینی ها مشکل بزرگی که دارن این هست که نمیدونن آیا هدفشون تشکیل یک دولت فلسطینی است یا از بین بردن اسرائیل، و تا موقعی که استراتژیشون رو انتخاب نکردند و میخوان روی هر دو تابلو بازی بکنن، هم خودشون به اختلافات داخلیشون ادامه خواهند داد و هم موفق نخواهند شد که در هیچ یک از دو زمینه پیشرفت بکنن. در حال حاضر مسئله فلسطین اون اهمیتی رو که در جهان عرب داشت یه نسل پیش دیگه نداره. توده های عرب به مسائل دیگه متوجه شدن و در حال حاضر البته ایران سعی میکنه که این خلایی رو که به وجود اومده پر بکنه و مسئله فلسطین رو به هر صورتی که میشه زنده نگه داره، از طریق مسلح کردن گروه های مختلف در غزه، گروه هایی که با هم هم در ضمن اختلاف دارن. همین الان که داریم صحبت میکنیم فشار شدیدی، تنش شدیدی در داخل غزه وجود داره بین جهاد اسلامی، بین بخش های مختلف حماس، بین نوال اسلام، بین سلفی ها، بین اخوان المسلمین، و این مسئله است که به نظر من نمیشه ازش به آسونی صرف نظر کرد. نکته مهمی رو اشاره کردید و اون اختلافات که الان بین حماس، جهاد اسلامی، این تیپ شهدای الاقصی، صلاح الدین، گروه های دیگه در واقع پیش اومده که اینها هم به شکلی الان مدعی هستن. وقتی نگاه بکنید به این جنگ 8 روزه، به نظر شما پیروز جنگ چه کسی بود؟ چه کسی بیشترین در واقع امتیاز رو گرفت در طول این 8 روز؟ اگر نتیجه انتخابات اسرائیل اون چیزی که بسیار ناظران حدس میزنن باشه، برنده این جنگ آقای نتانیاهوست، چون از افزایش تنش استفاده میکنه. برنامه انتخاباتی ایشون این است که به اسرائیلی ها بگه شما در خطر هستین، بنابراین به من رأی بدین، و جمهوری اسلامی با کمک به این برنامه در واقع کمک خواهد کرد که آقای نتانیاهو برنده این جنگ باشه. مناسبات ایالات متحده و اسرائیل که اندکی سرد شده بود در دوران آقای اوباما دوباره گرم شد. اوباما پشتیبانی قاطع و بسیار صریحی از اسرائیل اعلان کرد. افکار عمومی آمریکا که اندکی سرد شده بود نسبت به اسرائیل باز دوباره گرم شد، برای اینکه اسرائیل الان در موقعیت است که بگه ببینین موجودیت من در خطره، از هر طرف در محاصره هستم، و به طور کلی شما اگر میخواین از دموکراسی در خاورمیانه دفاع کنین بایستی از من که قدیمی ترین دوستتون هستم دفاع بکنین. بنابراین اسرائیل برنده دیپلماتیک و سیاسی و معنوی این جریان بوده. ولی از طرف دیگه البته این جریان باعث شد که اختلافات داخلی حماس، صرف نظر اختلافاتی که با گروه های فلسطینی دیگه داره، اختلافات فقط داخلی حماس، یعنی اون سه بخشی که با هم در رقابت هستن، بخش طرفدار مصر، بخش طرفدار جمهوری اسلامی و بخش طرفدار عربستان سعودی، اینا به هر حال موقتا دوباره متحد شدن تا ببینن که آینده چه چیزی رو براشون ترسیم خواهد کرد. آقای امیر، بشنویم واکنش شما رو به اینکه بر شک پیروز این 8 روز اونطوری که آقای طاهری توصیف کردن، اگر نتیجه انتخابات 22 ژانویه اونطوری که نشون هم میده نظرسنجی ها به نفع آقای نتانیاهو باشه، آیا این جنگ سیاسی بوده آقای نتانیاهو و آقای لیبرمن این رو به شکلی اداره کردن؟ ببینید، من تصور میکنم که جنگ هیچ برنده ای نداره. اسرائیل بازنده بود، حماس بازنده بود و روند صلح خاورمیانه بازنده بود، به خاطر اینکه
آقای نتانیاهو کاملا بازنده این جریانه، به خاطر اینکه در انتخابات درون‌گروهی حزب لیکود که دیروز و پریروز برگزار شد، آقای نتانیاهو در واقع شکست خورد، به خاطر اینکه افرادی در لیست انتخاباتی حزب لیکود مقام‌های بالا رو به دست آوردن که اونها افراط‌گرا هستند، و این در حالی که نتانیاهو ثابت کرد که سیاست پیشه نیست بلکه سیاست مداره، به این معنی که با اینکه 70% از اهالی جنوب اسرائیل خواهان حمله نظامی زمینی به غزه بودند، نتانیاهو رد کرد این رو و از حمله زمینی خودداری کرد. یعنی نتانیاهو بود که ملت رو رهبری کرد و در برابر خواست اکثریت قرار گرفت و سنجیدگی به کار برد. امروز مقام نتانیاهو در حزب لیکود پس از انتخابات درون‌گروهی ضعیف شده، این از یک سو. از طرف دیگه مسلماً حماس و گروه‌های جهاد اسلامی صلیبی‌ها و دیگران هم ضرر کردند. حماس چنان ضرب شستی از اسرائیل گرفت که فتوا صادر کردن و قسم دادن و دستور مذهبی دادن به گروه‌های مختلف که دیگه حق ندارید شما خرابکاری بکنید، موشک اندازی بکنید و به عملیات تحریک‌آمیز دست بزنید. یعنی این رو میشه گفت پیروزی اسرائیل، به خاطر اینکه اسرائیل امنیت میخواد، اسرائیل قطع حملات موشکی رو میخواد و این رو حماس تعهد کرده و حتی میخواد جلوی جهاد اسلامی و گروه‌های دیگر رو بگیره. این نشان ضرب شست است. بازنده اصلی این جریان به نظر من روند صلح، به خاطر اینکه از این پس روند صلح بسیار دشوارتر خواهد شد. ما میشنویم رهبران حماس را که میگویند ما از همین الان خودمون را آماده میکنیم برای جنگ بعدی و در جنگ بعدی موشک‌های بیشتری خواهیم فرستاد و موشک‌های پیشرفته تری، و نصرالله میگوید که ما 10 برابر قبل موشک خواهیم فرستاد به خاک اسرائیل. تمام این گفته‌ها که از نابودی اسرائیل سخن میگوید باعث میشه که جناح تندرو و سازش ناپذیر در اسرائیل تقویت بشه و متاسفانه تقویت شده. امروز لیکود با حزب اسرائیل بیتنو با هم ادغام نشدن ولی ائتلاف کردن. آقای لیبرمن، اگر اینها در انتخابات آینده پیروز بشن، اگر پیروز بشن در واقع روند صلح بسیار دشوارتر خواهد شد، و در موازات اون ما اقدامات آقای محمود عباس رو در مجمع عمومی سازمان ملل می‌بینیم. آقای امیر، نکته‌ای که به نظرم قابل توجه است این که فارغ از این که جنگ رخ می‌داد یا نمی‌داد، این مسیری که شما توصیف کردید که گروه‌های برشک افراطی از لحاظ سیاسی دست بالا رو گرفتن، این به نظر می‌اومد که گریزی از این نبود. ولی پرسش که من دارم اون چیزی که به هر شکل بحث اساسی بسیاری بوده که نقطه‌ای که باعث آغاز درگیری شد حمله اسرائیل برای کشتن جعبری بود. چرا اسرائیل تصمیم گرفت چنین کاری رو انجام بده؟ مسلماً این نبود. در واقع نزاع و درگیری از 3-4 هفته پیش از جعبری آغاز شد و کشتن جعبری واکنش اسرائیل بود و نه کنش اسرائیل، به خاطر اینکه در هفته‌های گذشته از دیدگاه من به دستور حکومت اسلامی ایران و برای خارج شدن از بنبست اتمی، از تحریم‌ها، از اوضاع در سوریه و از بحران در لبنان و همچنین در داخل نوار غزه، حکومت ایران مایل بود که یک درگیری نقطه‌ای و قابل کنترل در منطقه به وجود بیاد که شاید ایران بتونه یه ریزه از فشارهای بین المللی علیه خودش و از فشارهای جهانی علیه سوریه جلوگیری بکنه. بنابراین هفته ها پیش از کشته شدن احمد الجعبری، گروه جهاد اسلامی و برخی گروه های دیگه بر حملات موشک اندازی خود علیه اسرائیل افزوده بودند و در واقع تنش رو اونها ایجاد کرده بودند
و اسرائیل رو ناچار به واکنش کردن و کشتن الجعبری. الجعبری عامل بروز جنگ نبود. چرا جعبری؟ بحث بر سر اینه که برشک فردی بود که ظاهرا در گزارش که آمده که ایشون نقش محوری داشته در اهرم فشار بوده بر گروه‌های دیگری که در قبال حماس قد علم می‌کردن. چرا جعبری رو هدف قرار داد اسرائیل؟ من از دیدگاه مقامات اسرائیلی میگویند که این ارزیابی درست نیست. جعبری رئیس فرمانده عملیاتی و خرابکاری حماس بوده، نقش کلیدی داشته در تولید موشک‌ها، در استقرار موشک‌ها، در شلیک موشک‌ها و اون چه که در اسرائیل برخی محافل گفتند که اون آماده سازش بوده و آماده کنار آمدن با اسرائیل بوده، مقامات رسمی اسرائیل این ادعا رو کاملا رد میکنن و میگویند که الجعبری چیزی بوده در ردیف عماد مغنیه که طراح عملیات تعرضی علیه اسرائیل بوده و کشته شدن الجعبری به دیگر اران و سرکردگان گروه های ترور نشان داد که جان خودشون هم در خطر، بترسن و از عملیات تروریستی علیه اسرائیل دست بردارن. آقای امیر خیلی کوتاه بفرمایید، شما پس در واقع تاکید میکنید که گریزی از جنگ وجود نداشت، یعنی اسرائیل به ناچار وارد این جنگ میشد و هیچ گزینه‌ای نداشت، همونطور که آقای نتانیاهو تصمیم گرفت که این جنگ بیش از 8 روز به درازا نکشه، عملیات نظامی دست نزنه، این امکان رو نداشت که وارد این جنگ نشه؟ ببینید، ما در آستانه انتخابات عمومی در اسرائیل قرار داریم، کمتر از 2 ماه دیگه. اگر نتانیاهو سکوت میکرد و واکنش نشون نمیداد و اهالی شهرها و شهرکای اسرائیلی پیرامون غزه شدیداً به دولت فشار میآوردن، شدیداً آقای نتانیاهو و دولتش رو متهم میکردن که اهمال میکنه، ضعف نشون میده، کوتاه میاد، و اگر نتانیاهو این واکنش رو نشون میداد نمیداد، قطعاً در انتخابات آینده بازنده بود و این ناچار کرد نتانیاهو رو که به خواسته های اهالی جنوب اسرائیل گردن بنهه و واکنشی رو نشون بده. به ویژه اینکه ما دیدیم که هر اندازه که اسرائیل سکوت بکنه و دولت نتانیاهو 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، 2 ماه سکوت کرد و واکنش نشون نداد، دید که ادامه این سکوت ممکنه فاجعه آمیز باشه و به این نتیجه رسیدند که باید زمان نشان دادن واکنش فرا رسیده و باید به گروه های ترور در غزه درس عبرت داد. و ما میبینیم که از روزی که آتش بس اعلام شده، در واقع آرامش تقریبا مطلق برقرار شده و همونطور که گفتم حتی فتوای دینی دادن که حق ندارید دوباره تیراندازی یا موشک اندازی بکنید، به خاطر اینکه حماس بسیار نگرانه و میترسه که حکومت اسلامی ایران به رمضان عبدالله شلاح و دیگر گروهایی که تحت فرمانش هست در غزه دستور بده که موشک اندازی و تعرض رو اثر بگیرن، به ویژه آن که در این بازی برنده دولت جدید مصر بود و آقای محمد مرسی بود و این بسیار برای حکومت اسلامی ایران ناخرسندی ایجاد کرد. بسیار خب، در تحلیل نهایی برشک به نظر میاد شما تقریبا در مورد آقای نتانیاهو هم نکته رو گفتید که آقای طاهری اشاره کردن. آقای آریان، وقتی بحث پیروز جنگ پیش میاد، حالا صحبت از اینکه این جنگ نتیجه سیاسیش برای آقای نتانیاهو چه خواهد بود و برای حماس، از منظر نظامی وقتی که اون گنبد آهنین به آزمون گذاشته شد، به نظر میاد آماری که آمده بود، اینا رو شما اگر من اشتباه میکنم تصحیح کنید، که بیش از نزدیک به 90% راکتایی که پرتاب شده بود رو این سپر دفاعی تونست شکار بکنه، این به نظر شما از منظر نظامی برای اسرائیل پیروزی بود با توجه به اینکه به نظر میاد که بخش قابل توجهی از موشک‌های فجر 5 و موشک‌های دیگر حماس رو هم در منطقه غزه نابود کردن؟ در مجموع برای اسرائیل 100% یک پیروزی بود، برای اینکه سامانه گنبد آهنین رو که اسرائیل عملیاتی کرد
در اون موقع گزارش شده بود از جمله روزنامه جروسلم پست، گفته بود که 93% این کارایی داره. در زمان این درگیری 8 روزه به نظر میرسه که فلسطینی ها یعنی حماس و تشکل های دیگر مسلح در نوار غزه حدود 1500 راکت به سوی اسرائیل اینها پرتاب کردن. آماری رو که اسرائیل انتشار داده نشان میده که بین 80-90% این راکت ها رهگیری شده. البته این بدان معنا نیست که 80-90% این راکت ها رو منهدم کردن، بلکه اون دسته از راکت هایی رو که به وسیله این سامانه رهگیری شد و تشخیص داده شد که به مناطق مسکونی پرتاب شده، اینا رو رهگیری کرده و منهدم کرده. باید بدونیم که اون راکت هایی را که به مناطق غیر مسکونی پرتاب شده، خوب از جهت نظامی اهمیت اونچنانی نداره، برای اینکه خسارت اونچنانی وارد نخواهد کرد، ولی به طور کلی این سامانه نشون داد که کارایی لازم رو داره و برخلاف صحبت هایی رو که سرداران سپاه پاسداران به کرات گفتن که بیشتر اینها جنبه شعارگونه داره که گنبد آهنین کارایی نداره، نشون داده که کارایی لازم رو داره. البته در جریان این درگیری یک واحد یا یک آتشبار از این سامانه رو به سرعت عملیاتی کردند و بردند ارتش اسرائیل نزدیک تل‌آویو که بتونند منطقه بیشتری رو وسعت بدن. به نظر میرسه که اسرائیل با داشتن 10-15 آتشبار خواهد تونست تمام اسرائیل رو پوشش بده برای مقابله با راکت های چه از سوی حماس و چه احتمالاً از سوی حزب الله. اون چیزی رو که امروز خبرش اومد و آزمایش کرده اسرائیل به عنوان چوب جادویی یا ماجیک واند ازش اسم بردن و در این حال سیستم دفاعی دیگه هم که سالهاست روش کار کردن، احتمالاً با همکاری آمریکا اگر اشتباه نکنم به اسم پیکان، این دو در واقع توی این مجموعه چطور جا میفتن؟ اسرائیل لایه‌های مختلف برای سامانه لایه‌های مختلفی داره و این سامانه ها کارایی مختلفی دارند. سامانه گنبد دفاعی برای راکت هاست که معمولا بین 4-75 و 80 کیلومتر این آماده شده و عملیاتی شده. سامانه دیگری رو که اسرائیل داره اون سامانه پیکانه. این سامانه برای موشک های بالستیک میان برده، برای نمونه مثلا برای مقابله با موشک های سجیل یا شهابه. بین این دوتا سامانه، سامانه دیگری رو اسرائیل داره وارد میدان میکنه که اخیراً آزمایش کرده، این سامانه جادو، چوب جادوست که در واقع برای راکت های میان برده. یعنی اگر برای نمونه به زبان خیلی ساده بگیم، اگر مثلا حماس به راکت هایی دسترسی پیدا بکنه که برد اینها بیش از 80 کیلومتر باشه، به وسیله این سامانه میتونه اسرائیل اینها رو رهگیری بکنه و منهدم بکنه. و این لایه های مختلفی رو که اسرائیل در واقع به کار برده و در حال پیشبینی هست یا کار گذاشته، اسرائیل رو به طور کامل پوشش میده. چقدر آقای آریان این بحثی که فلسطینیان مطرح میکنن و حتی حزب الله هم طبیعتاً که بومی کردن این ساخته موشک ها رو، چقدر این نکته دقیق هست؟ البته مطلبی هم اشاره بکنیم که تمام این واقع سیستم دفاع موشکی اسرائیل با توجه به هزینه گزافی که ظاهرن داره، اینها فقط راکت هایی رو که به مناطق شهری احتمال میدادن اصابت میکنه رو هدف قرار دادن، نه تمام اون 1500 راکتی که ظاهرن شلیک شده به سمت اسرائیل. اولا که اونهایی رو که مناطق غیر مسکونی میره، اگر اینا رهگیری شده و تشخیص میدن که یه منطقه وسیع میره، نیازی نداره.
برای اینکه موشک‌های مورد استفاده در سامانه گنبد آهنین که تامیر نام داره، اینها حدود 40,000 تا 45,000 دلار قیمت ایناست. راکتایی را که اسرائیل پرتاب میکنه، مثلا راکتای خیلی معمولی دستساز مثل قسام، این بین 800 تا 900 دلار هزینه داره. بنابراین از نظر اقتصادی به صرفه است و از نظر نظامی هم این به هر حال خوبه، برای اسرائیل نیازی نداره که اینها را منهدم بکنه. ولی اینکه این موشک ها رو اذعان میکنن و تأکید میکنن در ایران، و سرداران سپاه هم گفتن که در نوار غزه اینها بومی شده، به باور من برای موشک های قسام یا گراد اینها میتونه بومی باشه، برای اینکه تکنولوژی اونچنانی لازم نداره. ولی برای راکت فجر 5 که حدود 1 تن وزن داره و نزدیک به 6 متر طول داره و تکنولوژی به کار رفته در این راکت، برای نمونه برای استفاده از نازل این راکت باید از موادی و از نوعی استیل یا فولاد استفاده بکنن که گرافیت باید بسیار بالا داشته باشه و همینطور بتونه که در مقابل اگزوست این راکت مقاومت بکنه و جهت بده به این راکت. اینها به باور من قابل تولید در نوار غزه نیست. اینها رو ایران به صورت پکیج اینها رو روانه میکنه، به اینها در داخل نوار غزه مونتاژ میشه، سرهم میشه و مورد استفاده قرار میگیره. شاید به همین خاطره که حماس وقتی که راکت فجر 5 رو تولید کرد، اگر اشتباه نکنم M75، اسم M75 رو روی این گذاشت. اینها بیشترش مونتاژ شده است و اگر راکت های را حماس تولید میکنه شبیه فجر 5 هست، به احتمال قوی دستکاری درش کرده و از اون تکنولوژی قابل ملاحظه‌ای که باید استفاده بشه استفاده نکرده و همین جهت بیشتر اینها نشون داده که کارایی اونچنانی نداشته. در این حال برای تولید این سلاح‌ها به متخصصین و استانداردهای سطح بالا لازمه. این استاندارد رو و این متخصصین رو یا ایران مستقیماً این رو تأمین میکنه، شماری از پرسنل سپاه پاسداران رو اعزام میکنه و یا پرسنلی رو که در حزب الله آموزش داده روانه میکنه که کمک بکنن به پیکارجویان و تشکلهای مسلح در حماس و به طور کلی در نوار غزه برای تولید این راکت ها. آقای طاهری، با این توضیح مبسوط فنی که آقای آریان دادن، چرا ایران تصمیم گرفت کمک نظامیش رو به حماس به نظر شما علنی کنه؟ مدت هاست که ایران متوجه شده که با جریان بهار عرب اون ادعای رهبری رو که در منطقه داشت نمیتونه ادامه بده و ناچار هست به هر حال یک روزنه‌ای برای ورود مجدد به بازی منطقه‌ای پیدا بکنه و این روزنه تنها میتونه مسئله فلسطین باشه. اما مسئله فلسطین رو چطور میشه دوباره زنده کرد؟ از طریق حزب الله نمیشه این کار رو کرد در لبنان، لااقل در حال حاضر، برای اینکه لبنان خودش روی یک انبار باروت هست، در کنار سوریه قرار داره که سوریه خودش همونجور که میدونید در حال جنگ داخلی هست و افکار عمومی در لبنان به هیچ وجه آماده این نیستند که امنیت و حتی موجودیت لبنان به خطر بیفته بر اساس محاسبات جمهوری اسلامی. بنابراین میمونه غزه. غزه الان در همجور که قبلا خدمتون گفتم با گرفتاری های داخلی بسیاری روبرو هست، با روی کار اومدن دولت های اخوان المسلمین یا برادران مسلمان در کشورهای مختلف عرب، بسیاری از افراد حماس و همچنین رهبران حماس عقیده دارند که بایستی اونها هم الان به همین مسیر برن، مسئله جنگ با اسرائیل رو اندکی تخفیف بدن
تا بتونن که به طور کلی قدرت رو در تمام مناطق فلسطینی، یعنی هم ساحل غربی اردن و هم در غزه بر عهده بگیرن. مثلا آقای خالد المشعل رهبر سیاسی یا رئیس دفتر سیاسی حماس شدیداً میکوشه که جانشین محمود عباس بشه به عنوان رئیس این به اصطلاح دولت فلسطین، و به همین جهت اخیراً سعی میکنه که مناسبات رو با عربستان سعودی، با ایالات متحده بهبود ببخشه. و از طرف دیگه دولت آقای مرسی در مصر هم سعی میکنه که کنترل اخوان المسلمین رو بر حماس شدت بده، و الان میدونید استراتژی آقای مرسی دوری هست از تنش و برخورد و جنگ و غیره تا بتونه موقعیت دولت خودش و نفوذ اخوان المسلمین رو در مصر تثبیت بکنه. به همین جهت در داخل غزه هم اشتهای چندانی برای زنده کردن مسئله فلسطین از طریق جنگ و از طریق موشک اندازی به اسرائیل وجود نداشت. ولی ایران میدونین همیشه در کشورهایی که دخالت میکنه هیچ وقت روی اسب شرط بندی نمیکنه. مثلا در افغانستان جمهوری اسلامی به گروهای مختلف، حتی بعضی دشمنان سابق خودش، کمک مالی و تسلیحاتی میکنه. در عراق هم همینجور. مثلا در عراق من بارها شاهد این بودم که یک گروه طرفدار جمهوری اسلامی که از جمهوری اسلامی کمک میگرفت، مثلا یه مدرسه میساخت، ولی یه گروه دیگه طرفدار جمهوری اسلامی که اونم از جمهوری اسلامی کمک میگرفت، میومد همون مدرسه رو منفجر میکرد. در غزه هم همین وضع الان پیش اومده. جمهوری اسلامی به حماس کمک میکنه، ولی به دشمنان حماس هم کمک میکنه. در داخل گروه جهاد اسلامی برای آزادی فلسطین هم باز به گروه های مختلف کمک میکنه. به همین جهت امکان زنده کردن این مسئله از طریق حماس و از طریق غزه بیشتر بود. جمهوری اسلامی امیدوار هست که به توده های عرب بگه که ببینین تنها قدرتی که مسئله فلسطین رو زنده نگه داشته جمهوری اسلامی هست. جنگی که در سوریه جریان داره یک انحراف هست از هدف اصلی مسلمین و هدف اصلی عرب که نابودی اسرائیل است، و به همین بدین ترتیب سعی بکنه که از حالت انزوای دیپلماتیکی که الان دوچارش هست بیاد بیرون. ولی آقای طاهری، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، این تناقضی که به هر شکل الان وجود داره در مورد اینکه وقتی بحث از این میشه که ایران کشورهای عرب رو مورد انتقاد قرار میده، که شما فقط حرف میزنید، به قول آقای لاریجانی لابیگری میکنید، اسلحه موقع رسید پای رسیدن پایین برسه که اسلحه تحویل فلسطین بدن، این ایرانه، ایشون صراحتا میگه که این کار انجام داده. در این حال اون طرف وقتی که به موضع سوریه میرسه، ایشون میگه این سلاحای خارجی باعث شده که وضعیت به اونجا کشته بشه، این شرایط باز طریق گفتگو حل و فصل بشه. چطوری این پیام متناقض رو ایران در شرایطی که برشک رهبران حماس هم صراحتا گفتن که ایران بعد موضعش در قبال بشار اسد تغییر بده، ایران میتونه امیدوار باشه بتونه از بعد از این جنگ 8 روزه یک اصطلاحاً مومنتومی داشته باشه، بتونه سوار این موج بشه؟ بله، من جمهوری اسلامی از نظر ایدئولوژیک موقعیتش روشنه. هر کس با جمهوری اسلامی دوسته خوبه، هر کس با جمهوری اسلامی دوست نیست بده. و میدونیم، و این همیشه از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی سیاست جمهوری اسلامی بوده. در بحرین هم همین جریان رو میبینیم که جمهوری اسلامی خواستار سرنگونی رژیم بحرین هست، ولی در سوریه خواستار نگهداری رژیم آقای بشار الاسد است. ولی جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده که مخاطبش دولت‌های عرب نباشن، بلکه توده‌های عرب باشن، و امیدوار هست که به توده‌های عرب بگه که علی‌رغم بهار عرب و روی کار اومدن اخوان المسلمین و احزاب به اصطلاح اسلامگرا، تنها اسلامگرای واقعی ما هستیم. برای که من اینجا از نظر ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی اسلام یعنی ضدیت با آمریکا، ببینید در این به اصطلاح عبارت خلاصه میشه، و ضدیت با آمریکا یعنی ضدیت با اسرائیل، یعنی بقیه مسائل مهم نیست.
اگر دولت کنونی مصر، یعنی دولت جدید مصر، یه دولت اسلامی است ولی با آمریکا دوسته و مناسبات عادی با اسرائیل داره و سفیر مبادله کرده، این اسلام واقعی نیست. اگر دولت تونس یک دولت اسلامگرا است ولی نمیخواد اسرائیل نابود کنه، این اسلام واقعی نیست. بنابراین این تضاد همیشه وجود داشته، ولی این تضاد از دید ماست نه از دید جمهوری اسلامی که رهبرانش معتقد هستن که هر چی که ولی فقیه بگه حرف آخر است، یعنی فصل الخطاب به قول خودشون است و در واقع اسلام واقعی اون چیزی است که جمهوری اسلامی میگه. آقای طاهری، برای اینکه از بحث البته خارج نشیم، چون اشاره کردید به اینکه آقای مرسی تلاشش اینه که از تنش و درگیری به دور باشه و در تمام مدت بعد از تحولات در مصر و اصطلاحاً انقلاب مصر شما خیلی خوشبین بودید به روند دموکراسی در مصر، اون چیزی که الان شاهدش هستیم و این ناآرامی‌های چند روز گذشته، به نظر شما آقای مرسی دستش رو اشتباه بازی کرد بعد از اینکه برش نقش میانجیگری رو در آتش بس به خوبی به نظر میاد ایفا کرد؟ فکر می‌کنید در مورد مسائل داخلی دچار اشتباه محاسبه شده؟ فکر نمی کنم. من هنوز خوشبین هستم، با وجودی که می دونین لازم نیست بگم که من هیچ وقت به یه شخصی مثل آقای مرسی رأی نخواهم داد، ولی کاری که ایشون کرده در غیاب پارلمان به رئیس جمهوری به طور موقت این اختیار رو داده که در مسائلی که مربوط به تمامیت ارضی و امنیت کشور میشه تصمیماتی بگیره و این تصمیمات رو دادگاه ها نتونن متوقف بکنن. البته حق شکایت از هر تصمیمی برای همه اتباع مصر وجود داره، بنابراین یک حرکت موقت هست. هنوز نمیدونیم که پارلمان آینده در مصر به چه شکلی خواهد بود، قانون اساسی به چه شکلی خواهد بود، اختیارات رئیس جمهوری تا چه حدی خواهد بود، و هنوز واقعا به نظر من نبایستی آقای مرسی رو محکوم کرد به اینکه دیکتاتور شده یا فرعون مجدد شده و غیره. البته مخالفان ایشون هم با ایشون مخالفت میکنن، هم میتونن علیه ایشون به دادگاه شکایت بکنن در هر مورد خاص، هم میتونن تظاهرات بکنن در خیابونا که میکنن، هم میتونن در روزنامه ها علیهش مقاله بنویسن. و به نظر من این باز شدن جامعه مصر بعد از نزدیک به 50 سال حکومت دیکتاتوری همچنان اتفاق خوبی هست و بایستی البته مراقب بود که آقای مرسی یا هر کس دیگه این دستاوردها رو مورد تهدید قرار نده. آقای طاهری، یک سوال کوتاه اگه بشه سریع پاسخ بفرمایید. قاچاق سلاح فکر میکنید کماکان در دوره آقای مرسی، آقای مرسی به شکل نقش بازی کرد در این آتش بس، ولی حماس گفته که ما به تسلیح خودمون ادامه خواهیم داد. فکر میکنید این مسیر تونل ها همچنان باز خواهد بود برای رساندن اسلحه به حماس؟ بدون تردید باز خواهد بود، برای اینکه بازار سیاه در غزه نقش بسیار مهم می‌داره. بسیاری از رهبران حماس خودشون در این بازار سیاه شرکت دارن، مثل مافیا در ایتالیا، و به این سادگی از بین نخواهند رفت. ولی فراموش نکنیم که در دوران کوتاه آقای مرسی 411 تا تونل و مسیر قاچاق به غزه بسته شدند که به مراتب بیشتر از مسیرها و تونل‌هایی است که در زمان آقای مبارک بسته شده بودند. به نظر من مرسی متوجه این هست که وضع کنونی در غزه میتونه تهدیدی برای خود مصر باشه. در سینا شاهد بسیار عملیات تروریستی و قاچاق و غیره بودیم و اگر جلوش گرفته نشه بدون تردید برای خود مصر در خطر خواهد بود، و اگر چنین خطری به وجود بیاد اون وقت نظامیان مخالف مرسی میتونن از این بهانه استفاده بکنن برای دخالت مجدد نظامی در سیاست مصر. بنابراین به نفع مرسی هست و به نفع حزب و طرفداران ایشون هست که مانع از این بشن که حماس به صورت یک زخمی در بیاد که تمامی بدنه مصر رو بیمار میکنه. آقای امیر، اون پرسشی که ما مطرح کردیم، من با آقای طاهری هم درمیون گذاشتم در فیسبوک و افق، کاربران اکثریت جواب دادن که علت اینکه ایران تصمیم گرفت کمک‌های نظامیش رو به حماس و به گروه‌های فلسطینی علنی بکنه و صراحتاً بگه ما به اینها موشک و سلاح میدیم، این هست که در واقع هشداری است به اسرائیل نسبت به
هر گونه حمله نظامی به ایران. شما چنین برداشتی دارید؟ من ببینید، به نظر من حکومت اسلامی ایران با یک معضل بسیار بسیار بزرگ روبرو هست و میبینه که تمام اونچه که در ظرف 30 چند سال ساخته برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام به تدریج داره فرو میریزه و از دست میره و حکومت ایران داره بازنده صحنه سیاسی خاورمیانه میشه. وقتی که آیت الله خمینی قدرت رو در ایران به دست گرفت، هدفش و امیدش و ایمانش این بود که شیعه باید رهبری جهان اسلام رو به دست بگیره بعد از 1400 سال که شیعه مورد ظلم و تبعیض قرار گرفته، و این فرصتی است که با داشتن ایران حکومت اسلامی به دست شیعیان بیفته. ما و سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلانی در این راه کردند، ولی می‌بینیم که هیچ نتیجه نگرفتند. می‌بینیم که ترکیه آمد و گوی سبقت را از حکومت اسلامی ایران برد بدون اینکه کوچکترین سرمایه‌گذاری برای برقراری نفوذ خودش در جهان اسلام کرده باشه. آقای محمد مرسی در مصر به روی کار میاد، اخوان المسلمین که بنیادگرایان اهل تسنن هستند میآیند و حکومت ایران رو بهش دست رد میزنند. سوریه داره، سوریه علوی داره از بین میره. آقای میشل سلیمان در لبنان به حزب الله اخطار میده، میگه چرا شما حق نداشتید پهپاد بفرستید به سوی اسرائیل. بنابراین کل نفوذ حکومت ایران در منطقه داره از دست میره. این همه این واقعیت ها اینها رو وادار کرد که در سیاست خودشون تجدید نظر بکنن، و تا در حالی که در گذشته تقیه میکردن و میگفتن کمک های ما به فلسطینی ها فقط معنویست، امروز بیاین و اعتراف بکنن و اعلام بکنن که بله، این ما به اینها اسلحه میدیم، و این استدلال رو مطرح بکنن خطاب به کشورهای مسلمان جهان که میبینید تنها حکومتی که عملا داره از فلسطینی ها و از حق اونها دفاع میکنه ما هستیم، بنابراین رهبری جهان اسلام باید به دست ما سپرده بشه. ولی آقای امیر، از منظر اسرائیل، ما از اخوان المسلمین، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، از منظر اسرائیل در واقع میشه کوتاه بفرمایید، وقتی که از لحاظ امنیتی نگاه میکنه به شرایط اسرائیل، آیا بعد از این جنگ برشک 8 روزه و اتفاقاتی که افتاد در این تردیدی نیست که نتیجه این جنگ با نتیجه جنگ 2008-2009 برشک متفاوته؟ اون شکلی که حماس از این جنگ 8 روزه بیرون آمد و خطراتی که برشک برای اسرائیل وجود داشت، دیگه موشک‌های در واقع راکت‌های قسام 7-8-10 کیلومتری نبود که آقای آریان هم اشاره کردن، موشک‌هایی که 40-50 کیلومتر، 70 کیلومتر، 80 کیلومتر اینها برد داشته و به عمق اسرائیل رفت. چقدر اینها برشک نگرانی ایجاد می‌کنه نسبت به اینکه اگر اسرائیل تصمیم بگیره به یک حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ایران، با چنین وضعیت بغرنجی روبرو بشه از جنوب و شمال، این راکت ها بر داخل اسرائیل از طرف حزب الله و حماس فرود بیاد؟ بله، من با قاطعیت میتونم بگم که اسرائیل به هیچ وجه اینجا سورپریز نشد، غافلگیر نشد، به خاطر اینکه اسرائیلی ها از مدت ها پیش میدونستن که اگر جنگی بشه این احتمال هست که علاوه بر موشک‌های فجر و شهاب و سجیل از ایران و موشک‌های فجر 3 و فجر 5 از لبنان، موشک‌های مشابه هم از غزه به سوی اسرائیل شلیک خواهد شد. مقامات اطلاعاتی اسرائیل از مدت‌ها پیش اخطار کرده بودند که اگر جنگ موشکی درگیر بشه مرکز اسرائیل هم مورد تعرض قرار خواهد گرفت. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران 2 سال پیش گفته بود که اگر اسرائیل به تاسیسات اتمی حکومت ایران حمله بکنه، ما قادریم در ظرف 1 دقیقه 11,000 موشک
و راکت و خمپاره به سوی اسرائیل شلیک بکنیم. بنابراین اسرائیل تمام احتمالات رو در نظر گرفته و خودش را آماده کرده که همزمان با حملات موشکی از جانب ایران، سوریه هم به حملات میکروبی علیه اسرائیل دست بزنه. حزب الله لبنان اون 60,000 موشک و راکت رو که آماده کرده به سوی اسرائیل پرتاب بکنه و از طرف نوار غزه هم اسرائیل مورد حمله قرار بگیره. اینها هیچ یک در محاسبات اسرائیل تغییری نمیده، ولی از نظر روانشناسی مردم اسرائیل ما میبینیم که این عملا دیدن که حتی تل آویو هم میتونه مورد حمله قرار بگیره و بنابراین بهتر است که در محاسباتشون برای حمله نظامی به تأسیسات اتمی حکومت ایران احتیاط بیشتری بکنن. و در حاشیه باید بگم که اعلام کنارگیری اهود باراک از وزارت دفاع اسرائیل، بخت یا احتمال اینکه اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنه رو خیلی خیلی کاهش میده، به ویژه آن که اسرائیل به این نتیجه رسیده که بدون موافقت و بدون همکاری و بدون اجازه ایالات متحده اصلا صلاح اسرائیل نیست که به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنه. خب شما تقریبا پاسخ یک از سوالهای من رو پیشاپیش دادید، ولی یک نکته که به نظرم هنوز ناگفته مونده این که اسرائیل موفق نشد، همطور که آقای طاهری هم اشاره کردن، که راه‌های قاچاق سلاح کماکان باز، هم از طریق این تونل‌ها، هم از طریق در واقع این کشتی‌هایی که همین امروز اخبارش رو داریم. اینها به هر شکل چالشی است که نمیشه تصور کرد که مردم اسرائیل زیر هزاران موشک بتونن برای مدت‌های مدیدی دوام بیارن. ببینید الان یک هیئت از اسرائیل و یک هیئت از طرف حماس رفتن قاهره که صحبت بکنن که چه امتیازاتی به حماس داده بشه و چه تعهداتی از حماس گرفته بشه. آقای پرزیدنت محمد مرسی زیر فشار بسیار سنگین ایالات متحده است. اسرائیل برای ایالات متحده روشن کرده و قاطعانه گفته است که اگه قرار باشه که قاچاق اسلحه به داخل غزه ادامه پیدا بکنه، فردا پس فردا دو ماه سه ماه دیگه دوباره یک جنگی شروع خواهد شد. ایالات متحده و شخص پرزیدنت اوباما دقیقاً میدونن که راه برقراری و ادامه و ثبات و دوام آتش بس در منطقه اینه که جلوی قاچاق اسلحه گرفته بشه. آقای محمد مرسی ناچاره که به این خواسته ایالات متحده گردن بنهه، چون احتیاج داره به کمک‌های مالی ایالات متحده و احتیاج داره به حمایت سیاسی ایالات متحده. ولی مسئله در این است که ارتش مصر امروز در این آشوبی که جریان داره واقعا چه توانی داره که بتونه بر شبه جزیره سینا که یک منطقه بسیار وسیعی هست و سه برابر خاک اسرائیل هست بر این منطقه مسلط باشه، قاچاقچیان حرفه‌ای رو مهار بکنه، برخی از عوامل دولتی رو که درآمدهای کلان دارن از قاچاق اونها رو مهار بکنه و ترتیبی بده که اسلحه به داخل غزه نرسه. این پرسشی است که فقط آینده جواب اون رو خواهد داد، ولی اسرائیل دقیقاً هوشیار در این باره، ایالات متحده هوشیار، پرزیدنت محمد مرسی چاره‌ای نداره جز اینکه اقدام بکنه. سوال اینه که آیا موفق خواهد شد یا نخواهد شد. خب بسیار سپاسگزارم آقای آریان. دو تا نکته اگه میشه توضیح بفرمایید، که اینکه آقای جزائری شنید ابتدای برنامه گفته این تمام توانی نبوده که ایران در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار داده، به قول ایشون رونمایی نشده از تمام اون چه که ایران در اختیار اونها قرار داده. در مورد این اگر مطلبی دارید توضیح بفرمایید. و یه پرسش دیگه، چون بحث ترکیه و سوریه مطرح شد، این موشک‌های پاتریوت ناتو اگر مستقر بشن در مرز ترکیه و سوریه، به نظر شما شرایط جنگ رو تغییر خواهند داد؟ به سمت اون منطقه پرواز ممنوع خواهیم رفت؟ در مورد تقویت حماس که دارن صحبت میکنند، فکر نمیکنم که تسلیحات دیگری در اختیار حماس قرار داده باشند. ولی به هر حال با توجه به حملات هوایی اسرائیل که در واقع مراکز فرماندهی و کنترل
و بسیاری از زاغه‌های مهمات و تسلیحات و به طور کلی مراکز فرماندهی غزه را از بین برد و به احتمال قوی بسیاری از راکت‌های انبار شده را در انبارها از بین برد، الان یکی از ارجحیت‌های حماس در حال حاضر در واقع تجدید تسلیحات، رفتن ناوهای ایرانی به سودان، اقداماتی را که دارن انجام میدن. البته آمریکا و اسرائیل کاملا هوشیار هستند و دارن تعقیب میکنن که کشتی‌های ایران چه مسیر را دارن طی میکنن. در واقع همه اینها در وهله اول برای سپاه پاسداران تجدید تسلیحات حماس و دیگر تشکل‌های نظامی و مسلح در داخل نوار غزه است. در رابطه با همین، یکی از نکاتی رو که آقای مناشه امیر ذکر کردن، سه مسئله در اینجا مطرحه برای اینکه این آتش بس به طور کلی شرایطی رو که الان وجود داره بخواد ادامه پیدا بکنه. یکی از اینها این هست که بایستی کنترل بر روی صحرای سینا باشه و به همین جهته که اسرائیل دست به کار شده. برای اینکه اگه کنترل روی صحرای سینا نباشه، قاچاق اسلحه ادامه خواهد یافت. نوار غزه از همه طرف به وسیله قوای اسرائیل محاصره شده، غیر از اون قسمتی از نوار غزه که هم مرز با صحرای سیناست و مصر هست، یعنی از راه دریا و از راه خشکی محاصره شده است. به هر حال بکنه تا این آتش بس بتونه دوام پیدا بکنه. در رابطه با پاتریوت که در واقع ترکیه خواسته که از طریق ناتو در اینجا نصب بشه، نگرانی های ایران که تا اندازه‌ای میشه روش به هر حال حساب کرد که درست داره میگه، این هست که این میتونه مقدمه‌ای باشه در واقع در نه در شرایط فعلی ولی در مراحل بعدی اگر مسئله در سوریه حل نشه، برای برپایی منطقه یا مناطق پرواز ممنوع شبیه آنچه که در واقع در عراق زمان صدام حسین بوده. اگر این برپا بشه و از کارایی هواپیماها و به طور کلی هلیکوپترهای تهاجمی ارتش بشار اسد کاسته بشه و نتونن اینها پرواز بکنن، در اون موقع و در تحت اون شرایط پیروزی نیروهای مخالف بشار اسد به مراتب بیشتر خواهد شد. یکی از نگرانی‌های ایران و در واقع هشداری رو که داده هرچند مؤدبانه به ترکیه همین هست که میگه نیازی به برپایی اینها نیست و از ترکیه خواسته که از این کار پرهیز بکنه. بسیار خب آقای طاهری، فرصت کوتاهی داریم. بعد از این جنگ 8 روزه چقدر امید هست که روابط ایران و مصر به شکل رو به بهبودی بره؟ آقای مرسی مخالفت کرد که آقای صالحی وزیر خارجه تا به غزه بره برای بازدید از منطقه. با امید بسیار ناچیزی وجود داره، برای اینکه اخوان المسلمین یا برادران مسلمان یک جنبش سنی‌گرای ضد شیعه هست و جمهوری اسلامی دارای یک دولتی است که متکی است بر یک جنبش ضد سنی شیعه‌گرا. بنابراین این اختلاف ایدئولوژیک لااقل همونقدر مؤثر است در تعیین مناسبات دو کشور که اختلافات ایدئولوژیک چین کمونیست و اتحاد شوروی بعد از جریان خروشچف بود. و در آینده نزدیک من نمی‌بینم که این دو کشور بتونن با هم کنار بیان. جمهوری اسلامی میخواد انقلابش رو صادر بکنه، همیشه در این زمینه صحبت کرده، امیدوار بود که بهار عرب جایی برای ایدئولوژی خمینیستی باز بکنه در منطقه، ولی این امید نقش بر آب شد. ولی میخواستم دو تا نکته را اگه وقت هست بگم در صحبت 30-40 ثانیه وقت داریم قبلی دوستان. بله بسیار بسیار سریع. یکی این که در مورد نفوذ ترکیه نبایستی زیاد اغراق بکنیم.
برای اینکه ترکیه آشنایی زیادی با منطقه نداره، مدت‌ها به اروپا نگاه می‌کرده و در حال حاضر در واقع در تاریکی دنبال یک نقشی می‌گرده. بنابراین نباید تصور کرد که ترکیه الان گرداننده سیاست خاورمیانه هست. نکته دوم که به نظر من مهمتر هست اینه که جنگ یک وسیله است در خدمت یک سیاست، ولی متاسفانه در خاورمیانه جنگ تبدیل شده به یک هدف و در خدمت هیچ سیاستی نیست. یعنی نه اسرائیل میتونه استفاده سیاسی بکنه از این جنگی که کرده در غزه و نه گروه‌های مختلف فلسطینی و حامیان عربشون. به همین جهت ما همچنان در همون بنبستی قرار داریم که از نظر مسئله فلسطین که قبل از این جریان غزه درش. طاهر سپاسگزارم از شما. آقای حسین آریان، آقای منشی امیر، از همه شما تشکر میکنم. تا افق چهارشنبه.